سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین این ویدیو 64 و اگه میخواین از ما حمایت کنید میتونید از لینک زرین پال و یا کیف پول اتریوم که آدرسش رو در زیر پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم استفاده کنید مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو میبینید و همونطور که میدونید تمام ویدیو در یوتیوب و آپارات به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه های اجتماعی هم شما میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاک چین مطلع بشین اینستاگرام ما رو دنبال کنید آدرسش رو میتونید توی وبسایتمون ثروتیار پیدا کنید توی این ویدیو میخوام در خصوص 5 تا اشتباه رایج معاملگران به صورت خاص کریپتوکارنسی با شما صحبت کنم 5 تا اشتباهی که میتونه سرمایه شما رو از بین ببره این بازار یه بازار خیلی خاصی هست و شما قطعا با تجربه هایی که توی بازارهای بورس و فارکس به دست آوردین اینجا میتونید اثر بخشی بیشتری داشته باشید اما یه سری اشتباه ویژه این مارکته که من میخوام توی این ویدیو به اونها بپردازم اگه علاقمند به این موضوع هستیم و میخواین توی بازار کریپتوکارنسی موفق باشین ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید مطابق معمول این داستان سلب مسئولیت هست که این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و اگر میخواین شما به عنوان تجاری ازش استفاده کنید نیاز هست که تمام اقداماتی که مربوط به معاملگری هست رو به صورت شخصی بررسی بکنید و ریسک معاملات رو بر عهده خودتون هست و کاملا باید اون رو در نظر داشته باشید همونطور که اشاره کردم میخوام توی این ویدیو در خصوص اشتباهات رایج معاملگران در حوزه کریپتوکارنسی با شما صحبت کنم که یک تجربه کاربری خودم رو برای شما توضیح خواهم داد و کسانی که توی این حوزه فعالیت کردن و یه یوزر اکسپریینس خوبی در این حوزه دارن و میخوام براتون تشریح کنم به انزمام این که از شما دعوت میکنم که اگر شما هم اطلاعاتی خطاهایی رو مرتکب شدین و بعدا متوجه شدین که این کار رو نباید کرد حتما در کامنت های مربوط به این ویدیو برای سایر دوستان توی یوتیوب به اشتراک بذارین و این کار کمک میکنه که مجموعه دانشی هممون تکمیل بشه خب اولین اشتباهی که وجود داره توی این بازار کسب اطلاعات از منابع نامعتبره ببینید این بازار به خاطر اینکه اون نظارتی که شما توی بورس ازش یه تجربه ای به دست آوردین اینجا وجود نداره تو کریپتوکارنسی وجود نداره گروه های پامپ و دامپ هست یعنی همون قصه ای هستش که توی بورس میگن خرید گروهی با هم یه عده میخرن میزنن زیر سهم میره بالا اینجا وجود داره و خیلی شدیدتر هم هست و در خصوص گروه های پامپ و دامپ ما یه ویدیو ساختیم و در خصوص با عنوان کلاهبرداران کریپتوکارنسی اونجا رو حتما اون ویدیو رو ببینید و ازش استفاده کنید این گروه ها شما رو میبرن توی شرایطی قرار میدن که باشون میخری میبینی رشد کرده ولی یه جایی اونا خالی میکنن که شما سرعت معاملتون از اونا بسیار پایین تره ببینید بحث نوسانگیران با ربات های معاملگری هست که ما در خصوص ربات های معامله یه ویدیوی جداگانه ساختیم توی کانال هست برید ببینید این ویدیو رو و نکتهش تو اینه که اونها این نوسانگیران که پامپ و دامپ انجام میدن بر اساس ربات دارن معامله میکنن یعنی در میلی ثانیه داره اوردرش از طریق ای پی آیی که از اون بروکر مد نظرش گرفته ارده رو میچینه خرید و فروشش رو انجام میده و سرعت معاملاتش به مراتب از شما بالاتره و شمایی که میخواید دستی خرید و فروش بکنی اینجاها عقب میمونی مگر اینکه شما خودتون رو مسلح کنید به ربات های و باز هم در اون شرایط من اصلا توصیه نمی کنم که از گروه های پمپ و دامپی استفاده کنید چون اینا میتونن به شما ضررهای هنگفتی بزنن نکته بعدیش توجه به توییت های بیارزشه ببینید حتی مثلا این آقای مکافی که صاحب اون مجموعه بزرگ آنتی ویروس هم هست توییت میکنه مثلا میگه این کوین خوبه من آینده اینو میبینم اینا اصلا پول میگیرن و خیلی از این آد... این نشونه خیلی از این آدم ها هستن که فقط پول میگیرن که اینا رو تبلیغ بکنن عددهای قابل توجهی هم میگیرن طرف مثلا 50 بی تی میگیره 50 تا بیت کوین میگیره که فقط این کارو برای یه, یه کوینی که مثلا وارد بازار شده انجام بده درست یا غلطش هم براش مهم نیست و اگر چشم بسته برین دنبال اینها مطمئن باشید که خیلی از منابع مالیتون رو از دست میدین بحث بعدی خرید این شیت کوین ها و اسکم ها هست که اصلا ما برای این داستان اسکم ها یه مجموعه ویدیو توی کانال داریم کانالمون دو یوتیوب که حتما پیشنهاد میکنم اونا رو بررسی کنید اینا کوین های بدون ارزشی هستن که میتونه به شما ضررهای قا... غیر قابل بازگشتی بزنه تو سایت کوین مارکت کپ اگر خاطرتون باشه یه چیزی حدود از 6000 تا کوین لیست شده بود دیگه از اونها و چقدرش به درد میخوره تعداد محدودیش هست که قابل برنامه ریزی و سرمایه گذاریه در نتیجه میتونه منابع مالیتون از بین بره بحث منابع خبری کم ارزش و هدایت کننده است یعنی دیدی یه سری مثلا این کانال های تلگرامی تو بورس هستن خبر رو مثلا خبر داریم از داخل شرکت فلان میشود بهمان میشود همین قسم توی کریپتوکارنسی هست دقت بکنید سرتون کلاه نره یک سری منابع خبری معتبر در یه ویدیوی من تهیه کردم توی کانال قرار دادم که این بالا براتون کار داشت میکنم از این منابع استفاده بکنید که سرتون کلاه نره اینطوری کلاه نذارن سرتون فومو فوده که این دوتا اصطلاح رو من اصلا یه ویدیو در خصوص اصطلاحات کاربردی کریپتوکارنسی ساختم اگر این اطلاعات و اصطلاحات و بدونید بهتون کمک میکنه که ادبیاتی که در فروم ها استفاده میشه رو خیلی راحت تر درک بکنید بحث خرید و فروش هیجانی درگیر شدن با روند وال مثلا میگه الان یه نهنگ وارد این کوین شد مثلا میری نگاه میکنه آره تعداد خیلی زیادی هم خرید کرده ولی شما از استراتژی اون نهنگ خبر نده این نهنگ عین یه حقوقی میمونه تو بورس و نمیتونی برنامه حقوقی بدونی چه جوریه شاید داره خورد خورد خرید میکنه شاید اصلا پلنش پلن متفاوتیه در نتیجه حواستون باشه که سرتون اینجوری کلاه نره بررسی منابع زیاد و غیر معتبره هی hey, میچرخین توی این فروم و سایت های خبری و گروه های تلگرامی و اینا و آخرم چیزی دستتون رو نمیگیره با تمرکز روی تعداد کوین خاص حرکت کنین عدم آگاهی به عملکرد آتی کوین یا توکنه ببینید این خیلی مهمه که شما بدونید که برنامه این کوینه در نهایت چیه به کجا میخواد برسه و هدفش چیه چه مسئله ای رو حل کرده مخصوصا تو آی سی که خودشو بیشتر نشون میده در خصوص آی که یک گروه ویدیو تهیه کردیم که قوی ترین و کامل ترین مجموعه ویدیو آی به زبان فارسیه پیشنهاد میکنم حتما اونو در کنار برنامه های آموزشی قرار بدین مشاهده کنین چون یک سری شاخص های ارزیابی آی هست که میتونه بهتون کمک بکنه عدم آشنایی با اصطلاحات رایج در بازار که بهتون اشاره کردم در بالاتر که این اصطلاحات ویژه این مارکت باید شما ادبیاتش رو بدونید مورد سوم که خیلی هم شایع هست عدم آشنایی با ابزارهای تحلیل نرم افزارهای تحلیل تکنیکال انواع مختلفی داره شما از متا استاک و آمی بروکر و این نرم افزارها گرفته تا نرم افزارهایی که میان حتی موضوع روندهای ستاره شناسی هم میارن در داخل تحلیل تکنیکال قرار میدن که خودش اصلا یه مقوله جدایی در مورد ستاره بینی و تاثیرش بر روند قیمتی که برنامه اینه که در آینده نچندان دور یه ویدیو در این خصوص تهیه کنم حتما ازش استفاده کنید تحلیل بدون توجه به روندهای بازار ببینید یه قصه ای داریم ما کوریلیشن من یه ویدیو جداگانه ساختم در خصوص این بالا این کار داشت میکنم که ازش استفاده کنید این کوین ها با هم ارتباط دارن چه ارتباط مستقیم چه ارتباط معکوس این دونستن این به شما کمک میکنه و همه بازار به خاطر که 67 درصد مارکت همین امروز که برای شما دارم توی این ماه جولای 2020 دارم براتون اینو تهیه میکنم با بی، روند بیت کوین رابطه دارن میتونه یه سری رابطه قوی باشه یه سری رابطه نسبتا مثلا حالا ضعیف یا نسبتا قوی نه خیلی قوی و اگر بی تی سی حرکت بکنه همه بازار رو با خودش میکشه بالا تفاوت تحلیلگری و معاملگریه که بارها بارها در موردش صحبت شده شما میتونی یه معاملگر حرفه باشی اما قرار نیست یه تحلیلگر درجه یک باشی میتونی از تحلیل های بقیه استفاده کنی که تو سایت تریدینگ ویو که مربوط به وبسایت ها اتاق های گفتگو معتبره من اینو کامل توضیح دادم فوق العاده منبع ارز ارزشمندیه برای کسایی که میخوان از روش های تکنیکال استفاده کنن ویدیو آموزشی این هم توی کانال قرار داره و پیشنهاد میکنم حتما اونو ببینید از اون سایت استفاده کنید تریدینگ ویو ویدیوشو ببینید قابلیت خاصی داره اون سایت مورد چهارم هم مدیریت ریسک و سبد سرمایه گذاریتونه این خیلی مهمه که شما سبدتون چجوری بچینید بررسی ارتباط بین کوین و توکن ها هست یه ویدیو قبلتر تهیه کردیم در مورد کوریلیشن یا ذریب همبستگی اینها که جلوتر هم خدمتون ارز کردم حتما اون ویدیو رو ببینید من منابع آموزشی خوبی رو توش میگن و کار شما رو تو معامله گری و انتخاب این کوینا و چیدن سبدتون خیلی تأثیر گذار رو بهتون کمک میکنه تشکیل سبد سرمایه گذاری یه ترکیبی از اینا رو بسازید و اینو بهتون نوید میدم که یه ویدیو دارم میسازم برای بهترین کوین قابل سرمایه گذاری در 2020 و ترکیب رو میخوام بهتون بگم کانال ما رو دنبال کنید اگر به این موضوع علاقمند هستین همین الان روی این لوگو فشار بدین دکمه زنگوله رو هم بزنید که از آخرین اخبار و اطلاعاتی که به اشتراک میذارم زودتر از بقیه خبردار شین انتخاب رمز ارز از بین برترین های ارزش بازاره که همونطور که براتون توضیح دادم بر اساس همون ویدیویی که گفتم شما میتونید از بین این پنج هزار خورده ای نزدیک 6 هزار تا کوین کوین مد نظرتون رو انتخاب کنید حضور در آیسی ها با رعایت اصول اولیه است که اشاره کردم مثلا یه مجموعه ویدیو کامل ما در این خصوص داریم که حتما ازش استفاده بکنید و در نهایت منابع مالی و صبره ببینید ورود منابع مالی که شما ببینید تو بورس چجوریه میگن پولی که اضافه سو بیا نه پولی که شما بهش احتیاج داری میخوای مثلا خونه تو عوض کنی ماشین تو عوض کنی یا اصلا وام گرفتی یا بدتر از همه قرض کردی از کسی یه تعهد دادی که توی تایمی برگردونی من به شخصه با 15 سال, سال سابقه معامله گری در بازارهای مالی هیچ کسی رو ندیدم که از صبر توی بازار ضرر کرده باشه حتی اون دوستانی که 19 هزار خورده ای نزدیک 20 هزار دلار بیت کوین رو خریدن و اون روزی که خریدن حدود 30 میلیون تومن براشون تموم شده و امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم با بیت کوین 9200 دلاری یعنی این بیت کوین یه دفعه ریخت دیگه ATHش یه دفعه الان ای تی و 500 داره که شما میتونید این مفهوم ای تی هم برید یه ویدیویی که اصلا برای معامله گری خیلی مهمه تو کانال پیدا بکنید اون که با 19000 خورده ای خرید و 30 میلیون تومن هزینه شد به ریال امروز بیت کوین شد 212 میلیون تومن هم نمیفروشه یعنی اون 30 تومن 212 شد و فقط از صبره که این اتفاق میافته منابع مالی مازادتونه بیارید بیارین به خاطر اینکه مخصوصا تو این داستان که شما هم رشد دلاری دارین هم نزول دلاری دارین خیلی میتونه تاثیرش وحشتناک باشه و همیشه از من میپرسن توی کلاس های مختلف که ما چقدر پول بیاریم تو این بازار با چقدر به شروع کنیم من همیشه میگم با اون شروع کن که اگه امروز صفر بشه مخصوصا تو این بازار کریپتوکارنسی این اتفاق میتونه بیفته از بین بره یه کوین اسکم بخری کلاهبرداری باشه پول شه یا اصلا هکر بزنه کیف پولتو ببره هیچ اتفاقی اتفاق ناگواری تو زندگیت نیفته با اون شروع کن حرفه ای که شدی هی مبلغتو اضافه کن بر اساس ریسک پذیری که داری یه تستی هست به نام MBTI اینجا براتون مینویسم حتما برین این تست گوگلش بکنید هم فارسی وجود داره تست فارسیش هست هم تست انگلیسیش که پیشنهاد میکنم انگلیسیشو بزنید حالا هر کدوم که براتون ساده تره. و تیپ شخصیتیتون رو به دست بیارین این تو معاملگری خیلی بهتون میتونه کمک کنید خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین من هی مرتب توی این ویدیو اشاره کردم که مثلا فلان ویدیو چون اینا رو ما قبلا تهیه کردیم مبحث هم مبحث طولانی من هی تایمر میذارم اینجا که بیشتر از 15 دقیقه صحبت نکنم چون ویدیو از دیگه خسته کننده میشه فقط ریفرتون دادم که برید از این ویدیو استفاده کنید پیشنهاد میکنم یه بار دیگه این ویدیو رو ببینید نکاتی که مربوط به ویدیوهای آموزشی بوده بنویسین و ازش استفاده کنید اگر از این ویدیو لذت بردین لایکش کنید با اشتراکش در سایر شبکه های اجتماعی و ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت میکنید ما رو دلگرم میکنید که بتونیم بیشتر ویدیو بسازیم ما رو به دوستاتون معرفی کنید سوالاتتون زیر همین ویدیو در یوتیوب برای من کامنت کنید به تمام سوالاتتون پاسخ میدم و در نهایت اگر تا الان عضو کانال ما نشدین همین الان پیشنهاد میکنم روی لوگو فشار بدید دکمه زنگوله هم بزنید تا سابسکرایب کانال ما بشین نوتیفیکیشن های مربوط به آخرین تغییرات اخبار و اطلاعات برای شما ایمیل میشه و دو تا ویدیو مرتبط با موضوع هم برای شما این بغل کارت کردم که امیدوارم مفید فایده قرار بگیره ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار